سلام، به به، به کلبه درویشی موشکاف خوش اومدین. شما رو میگم جوونای قیام، کانونای شورشی، شما که چنان ضربات مهلکی بر ملاج عظما فرود آوردین که ناچار شدن به خیلی چیزایی که گفتنش از خوردن زهر بدتره اعتراف بکنه. بیچاره ها خیلی دلشون میخواست خفقون بگیرن و هیچی نگن، اما ضربه چنان سنگین بود، ضربه چنان سنگینه که نتونستن تحمل کنن. یک روز با آشوبگران، روایت میدانی فارس از حلقه های آشوب. شیوه عملکرد این افراد نشان میدهد که رفتار آنها هیجانی و از سر احساسات نیست و برای آن آموزش دیده و تجهیز شدند. سعی می‌کنند مردم را نیز با خود همراه کنند. هر دو طرف اتوبان توسط گروهی بسته شده. تعدادی لاستیک را آتش زدند و ماشین را وسط اتوبان پارک کردند و یک گروه بسیار آماده و منظم هستند که خیلی خوب هم تقسیم وظایف کردند. اینقدر منظم هستند که شیفت عوض می‌کنند. تجهیزاتشان پشتیبانی می‌شود و حتی به پا دارند تا مبادا کسی از پلاک ماشین‌ها و چهره‌ها عکاسی کند. جوان قد بلند گوشی به دستی هم هست که از مرکز شلوغی‌ها دور است، اما آرام و قرار ندارد. مدام گزارش اتوبان را به صورت تلفنی به افرادی در آن سوی خط می‌دهد و از باقی خبر می‌گیرد. برای تک تک لحظات مختلف کارشان سناریو دارند. هم آموزش دیدن، هم مردم رو همراه میکنن، هم منظمن. آخه این قیام آفرینا از دل همین مردم بیرون اومدن، از اونا جدا نیستن. آره، اتفاقا به خاطر همینه که تو این چند روز قیام این همه قیامت کرده. روی دیگر نفوذ در حوادث اخیر، نحوه عمل اغتشاشگران در حوادث روزهای اخیر از آمادگی کامل شبکه نفوذ دشمن در مواجهه احتمالی برای نقش‌آفرینی حداکثری در چنین حوادثی حکایت می‌کند. نحوه حضور اغتشاشگران به خوبی نشان می‌دهد که آنان از مدت‌ها قبل سازماندهی شده، تجهیز شده، شبکه‌سازی شده، شبکه ارتباطی مطمئن برای آنها تعریف شده، رزمایش های پنهانی برگزار کرده و با دریافت کد های از پیش تعریف شده از طریق شبکه ارتباطی به میدان وارد شدند. ده بگو میخواد نگه که این قیام همه مردمه. این بچه از قیام رو داره پر رای میکنه. این یکی رو ببینین چی نوشته، چه سناریوی اکشنی سرهم کرده، روی دست اکشنای هالیووده. مردان تنومند جای زنان جوان را گرفتند. آرایش سگانه هسته‌های خشونت. هسته‌های خشونت آرایش سلایه گرفتند. افراد آموزش دیده در گروه‌های 5 تا 7 نفره سازماندهی شدند. در لایه اول به نارنجک دستساز، ژل‌های آتش‌زا، ابزار شکستن قفل و سلاح سرد مجهز هستند که توسط یک یا چند موتور سوار مسلح با سلاح گرم در لایه دوم پشتیبانی می‌شوند. همچنین در لایه سوم زنان جوانی وظیفه تهییج مردم حاضر در میدان به ویژه جوانان را بر عهده دارند. یکی از نکات قابل توجه سرعت بسیار بالای گروه‌های تخریبی است که در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام به تخریب و آتش زدن کرده و پس از آن به طرز ماهرانه ای محل را ترک می‌کنند. افراد هسته خشونت از لباس‌ها و نشانه‌های مشخصی استفاده می‌کنند تا یکدیگر را در زمان مأموریت راحت‌تر بشناسند. وای فقط کم مونده بگی که اینا از هالیوود اومده بودن. رفقا میدونین این حرفا رو چرا میگن؟ میخوان بگن در برابر چنین سوپرمنایی پاسدار بسیجی‌های وارفته ما چاره‌ای جز فرار نداشتن. دیگه فکر اینو نمی‌کنن که این حرفا چه به روز پاسدار بسیجی‌های بدبخت فلک زده سیلی خورده میاره.
جوانای شورشی، بچه های کانون، دمتون گرم که چه ترسی انداختین تو جون عزما و شیخ پری و سگ و سیلاش. دست مریضات که عزی و نظامشو بیچاره کردین. دوستان عزت زیاد.